سرخط خبرها انتقال دو تیپ ارتش رژیم اسرائیل از مرز لبنان به نوار غزه تمسخر شکست ارتش رژیم اسرائیل در رسانه های صهیونیستی و فارن پالیسی اوکراین حتی با بسته کمکی آمریکا هم شکست میخورد به نام خدا و سلام به این بسته خبری از پیک خوش آمد. ارتش رژیم صهیونیستی دو تیپ از لشکر 99 خود را از مرز لبنان در شمال سرزمین های اشغالی به نوار غزه منتقل کرد. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از استقرار این دو تیپ در جاده صلاح الدین جاده‌ای که نوار غزه را به شمال و جنوب تقسیم می کند خبر داد. در همین حال این رسانه صهیونیستی از انتقال دو تیپ ناهل ارتش از منطقه صلاح الدین به دیگر مناطق خبر داد و هدف از این اقدامات را زمین برای انجام عملیات رفع ارزیابی کرد تحولات میدانی در روار غزه حکایت از آن دارد که با وجود مخالفتهای بین‌المللی و تبعات انسانی عملیات نظامی در منطقه پرجمعیت رفع رژیم صهیونیستی قصد دارد که این عملیات را انجام دهد تاکید مقامات آمریکایی بر ایجاد یک اسکله موقت برای دریافت کمک‌های بین‌المللی در مناطق نزدیک به جده صلاحالدین نیز حکایت از هماهنگی و واشنگتن برای بستن گذرگاه های موجود در شمال غزه دارد استقرار نیروهای بیشتر در جاده صلاح الدین حکایت از این موضوع دارد که رژیم اشغالگر قصد دارد تا تمام جمعیتی که از شمال غزه به جنوب فرار کردن را در این منطقه محاصره کرده و مانع از بازگشت آنها به شمال شود این در حالی است که نهادهای حقوق بشری درباره هرگونه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه رفح که بیش از یک میلیون آواره فلسطینی در آن پناه گرفتند هشدار دادند در همین حال استعفای رده های فرماندهی ارتش و رژیم صهیونیستی در حالی ادامه دارد که رسانه های این رژیم وعده مقامات درباره نزدیک بودن پیروزی را پس از 200 روز جنگ علیه نوار غزه مسخره کردند به گزارش روز چهارشنبه از ایرنا اعتراضات به شکست رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف خود در جنگ علیه غزه به خیابانها محدود نشده و به رسانه های این رژیم نیز کشیده شده است در روزهای اخیر و پس از عملیات وعده صادق علیه رژیم اسرائیل که به استعفای آهارون هالیوار رئیس بخش اطلاعات نظامی این رژیم منجر شد رسانه های این رژیم نیز برای بیان واقعیت جسارت بیشتری پیدا کردند کانال 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی با انتقاد از فرماندهی ستاد مشترک ارتش این رژیم درباره با شدن جبهه جدیدی از جنگ در شمال لبنان هشدار داد و گفت که ناتوانی این فرماندهی ثابت شده و چگونه میتواند در شمال نیز با حزب الله بجنگد کانال سیزده تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اظهارات شش ماه گذشته ی مقامات این رژیم درباره نزدیک بودن پیروزی را به سخره گرفت و هدف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل از تداوم جنگ را حفظ قدرت ارزیابی کرد این رسانه صهیونیستی با اشاره به هدف قرار گرفتن جنوب سرزمین های اشغالی توسط مقاومت فلسطین در روز سهشنبه نوشت که آیا غیر از این انتظار داشتید آیا فکر میکردید حماس به غزه بر نمیگردد و دیگر از طرف شمال غزه راکت به سوی شما شلیک نخواهد شد در همین حال رئیس حزب کارگر رژیم صهیونیستی نیز امروز اعلام کرد که بعد از دیویست روز جنگ علیه غزه اوضاع بدتر شده و حتی ژنرال یهودا فوکس فرمانده ی شاخه میانی ارتش رژیم صهیونیستی نیز قصد استفاده دارد مروا میکایلی از کابینه نتانیاهو به خاطر مسئولیت پذیر نبودن و دفاع نکردن از ژنرالهای ارتش انتقاد و اضافه کرد که ژنرال نه تنها تحت فشار شهرک نشینان بلکه تحت فشار رهبری سیاسی است این مقام صحیح نیست انتقاد رسانه های حامی نتنیاهو ها از متن استعفا نامه ژنرال هالیوا را یادآور شد و هدف از این اقدامات را از بین بردن اعتبار فرماندهان ارتش و در راستای حفظ قدرت کابینه اعلام کرد تارنمای فارن پالیسی با اشاره به موانع محدودیت ها و اولویت های اروپا و آمریکا در کمک به اوکراین به نقل از تحلیلگران و مقام ها تاکید کرد که با وجود تصویب لایحه کمک نظامی حدود 60 میلیارد دلار یک کنگره ایالات متحده به کیف همچنان احتمال دارد که اوکراین در ماه باقی مانده از سال جاری میلادی از روسیه شکست بخورد. به گزارش روز چهارشنبه از این پایگاه تحلیلی ایالات متحده و اروپا قصد دارند در سال 2024 ظرفیت تولید مهمات جنگی خود را افزایش شده و های خود را پر کنند و این موضوع همچنان دست اوکرینی ها برای پیروزی در برابر روسیه را خالی میگذارد این نشریه افزود با وجود تصویب کمک های جدید ایالات متحده به اوکراین بیشتر کارخانه های سازی هنوز تولید خود را افزایش ندادند الکساندرا اوستینووا یک قانونگذار اوکراینی در این رابطه گفت که مشکلی این است که کمبود شدید گلوله های توبخانه در سراسر سر جهان وجود دارد اروپایی ها قول دادند که یک میلیون گلوله در اختیار ما قرار دهند و فقط سی درصد از آن را تهیه کردند و افزود آمریکایی نیز با ارسال ذخایر نظامی خود به اسرائیل ان انبارهای خود را خالی کردند و در نهایت فقط ظرفیت خط تولید خود را افزایش میدهند بر اساس این گزارش بعد از تایید کنگره آمریکا دولت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میتواند دوباره ذخایر تسلیحاتی وزارت دفاع این کشور را برای روزی که ممکن است به آن برای پرداختن به جنگ خود نیاز داشته باشند پر کند این مسئله به کاخ سفید اجازه میدهد تا آزادی عمل کافی برای ارسال تجهیزات توبخانهای به اوکراینیها از انبارهای اروپا را داشته باشد بدون آنکه به آمادگی نظامی ایالات متحده آسیبی وارد شود به نوشته فارم پاریسی انتظار می رود دولت آمریکا بیشترین زمان باقی مانده از سال جاری میلادی را برای بازسازی ذخایر تسلیحاتی یالات متحده و رساندن آن به سطوح قبل از جنگ صرف کند ارتش این کشور قصد دارد پایان سال 2025 تولیدات توپخانه خود را به ماهانه 100 هزار گلوله برساند رئیس اداره ی تحقیقات فدرال آمریکا اف بی آی با برشمردن چندین مؤلف هشدار داد که تهدیدهای تروریستی در ایالات متحده پس از حمله 7 اکتبر حماس به رژیم اسرائیل وارد سطح دیگری شده است. به گزارش روز چهارشنبه از شبکه خبری فاکس نیوز کریستوفر ری به قانونگذاران آمریکایی هشدار داد که تهدید تروریسم پس از حمله یاد شده به شدت افزایش یافته و وارد سطح دیگری شده است به گفته این مقام دولت فدرال آمریکا در حوزه های گوناگون از تروریسم چین و حتی مرزهای ناامن با تهدیدات داخلی و بین المللی بسیاری روبرو است این نخستین بار نیست که رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا نسبت به افزایش تهدید تروریسم در قابل قانون اوزاران این کشور هشدار میدهد وی در اوایل ماه جاری میلادی نیز در یک کمیته فرعی تخصیص مجلس نمایندگان گفته بود که بودجه سال مالی 2024 اف آی نزدیک به 500 میلیون دلار کمتر از مقداری است که نهاد مطبوعش برای ادامه تلاش های سال 2023 خود با ان نیاز داشت مقام دولت آمریکا در این خصوص گفت که کسری بودجه نمیتوانست در زمان بدتری از حال حاضر رخ دهد این شبکه که خبری در ادامه به نقل از مدیر اف آی به بررسی برخی از مهمترین تهدیدها پرداخته که ایالات متحده در ماه و سالهای آینده با آنها مواجه است اف از میان تمامی تهدیداتی که ایالات متحده با آن مواجه است چین را از همه بالاتر ارزیابی کند. به دایره پکن یک دستگاه امنیت سایبری و ضد جاسوسی گسترده ایجاد کرده که به سرقت مالکیت من و جرایم اختصاص داده شده است و این مدعی شد که برنامه هک پکن از مجموع برنامه هک هر کشور بزرگ دیگری از این و حامی اصلی آن ارتش چین است ریدر در رای برای درک گستردگی عملیات چین گفت که حتی اگر تمام ماموران سایبری ارشد و تحلیلگران اطلاعات سایبری آمریکا تنها برای تهدید پکن متمرکز شوند های چینی همچنان تعدادشان بیشتر است ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته که خبری با ما همراه بود.